داری چی کار میکنی ایپک جون؟ چی کار کنم مامان؟ هنوزم مثل بچه ها ناخونامو میگیرم. میگم نمیشه یکم بذارم درستر بشن؟ آه، تو بالا کسی هرکی ناخون میذاشت مردم واسهش حرف در میآوردن. این چیزای جدید اصلا خوب نیست عزیزم. راستی در ضمن وقتی ناخوناتو بذاری دراز بشه میکروب زیرش جمع میشه و میکروبم که مریضی میاره. تو هم مامان اینقدر واسه من ادا در نیار، با من درست حرف بزن. فهمیدی یا نه؟ خدای من عزیزم، راستش من میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. چی شده ماما؟ نیاز نیست علکی کشش بدیم. میدونی؟ خب تو هم که دخترمی باید همه چی رو بدونی. استاد برهان به هم پیشنهاد عروسی داده. تو چی گفتی مامان؟ گفتم استاد برهان به هم پیشنهاد عروسی. نه خیر، اونو نمیگم. یعنی جواب شما چی بود؟ هنوز جوابشو ندادم. یعنی داری فکر میکنی؟ وقتی جواب ندادی یعنی داری فکر میکنی مگه نه؟ فکر میکنم تو تصمیم تو گرفتی. فقط میخواستی من بدونم. نه دخترم، به خدا هنوز تصمیم نگرفتم. فقط نخواستم از کس دیگه ای بشنوی. بهت گفتم، میگم هنوز که چیزی نشده عزیزم. آخه دیگه چی بشه؟ میفهمی چیه؟ به خدا اصلا باورم نمیشه که داری اینا رو به من میگی مامان. میگم تو اصلا به بابام فکر نمیکنی و خاطراتش برات مهم نیستن مگه نه؟ من نیاز ندارم به تو حساب پس بدم ایپک خانوم. من هیچ وقت به خاطرات اون خدا بیامرز بی احترامی نکردم و این کارم نمیکنم. مامان تو تصمیم خودتو گرفتی مگه نه؟ فکر کنم دیگه نمیخوای من تو زندگیت باشم. پس به منم هیچ ربطی نداره. واسه زندگی خوبی آرزو میکنم مامان. من میرم پیش ازگور.